مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتاح پورتال.ir. شرح حکمت‌های نهج البلاغه، استاد حجت الاسلام و المسلمین، نظافت. حکمت 47. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر الرجل علی قدر همته، صدقه علی قدر مروءته، شجاعته علی قدر انفته، عفته علی قدر غیرته. لغاتش قدر الرجل علی قدر همته، قدر به معنی اندازه، هم به معنی اندازه هم به معنی ارزش. شب قدر هم که میگن شب قدر، چون تو اون شب مقدرات انسان اندازه‌گیری میشود. همت دو تا معنا داره، هم به معنی تصمیم و اراده بر انجام یک کار رو میگن همت، هم به معنی غصه، دغدغه، حزن و اندوه. لغت بعدی صدق و علی قدر مروءته. مروءه به معنی جوانمردیه، که مروت هم که میگن اصلش مروءه هست. اون همزش در زبان عربی تبدیل به واو میشه، واو در واو ادغام میشه، میشه مروت. اصلش مروءه. یعنی اگه تو کتب حدیثی خواستیم احادیث پیرامون مروت رو ببینید، باید برید توی واژه مرعه، نه مروه. به اصطلاح اون حرف سومش همزه دارد. خب مروءه یعنی جوانمردی. بعد داریم که شجاعته علی قدر انفته. شجاعت به اون دل قوی میگن که انسان میتونه کارهای سخت و مهم و که خطر داره انجام بده، این میگن شجاعت. انفه یعنی چی؟ انفه چند تا معنا داره، همش به این حدیث میخوره. یک معناش حمیت و تعصب همراه با خشم. وقتی شما به غیرتتون بر میخوره، تعصبی همراه با عصبانیت پیدا میکنید، میگن انفه. عزت نفس و ننگ داشتن از چیز ناشایست رو میگن انفه. الانفه الحمیه، انفه من الشی اذا کرهه و شرفت عنه نفسه، که در کتاب لغت اینجوری داریم. خب اما جمله بعدی، عفته علی قدر غیرته. عفت به معنای خودداری کردن از گناه و هر آنچه که زشته. و قبلا هم گفتم به یه مناسبتی برای زبان به کار میره تو روایات، عفت لسان میگن، عفت زبان. برای شکم به کار میره عفت شکم. برای مسائل جنسی و شهوانی به کار میره عفت جنسی. برای عزت به کار میره، کسی فقیره آبروشو نبره، خودشو کنترل کنه و مشکلشو نگه، گدایی نکنه. این عفت، خود عفت و علاقت به غیره. اما غیرت این چی؟ اگر انسان نسبت به محبوبی دارد و نسبت به اون حساسه که این معشوقش، محبوبش با کسی دیگه نباشه، کسی دیگه به این چپ نگاه نکنه، این میگن غیرت. این با کسی دیگه ارتباط نشه، این میگن غیرت. عفت هر کسی به اندازه غیرتشه. حالا برگردیم یکی یکی. قدر الرجل علی قدر همته، اینو دو جور میتونیم معنا کنیم. اندازه‌گیری، هر شود اندازه هر مردی به اندازه، بگیم تصمیمای اوست، یا ترجمه کنیم به اندازه قصه های اوست. هر چه قصه ها با ارزشتر، اندازه آدم ها بیشتر، بزرگتر، و هر چه تصمیمای بزرگتر بگیرن، ارزششون، اندازشون بالاتره. این روایت داره وسیله‌ای به ما در اختیار ما قرار میده برای اندازه‌گیری روحمون رو. اگر خونمون رو بخوایم بفهمیم فشارش چقدر، وسیله خاصی داره. جسممون، وزنش، خب باسکول میریم. قدمون وسیله خاصی داره. از نظر روحی بخوایم ببینیم چقدر میارزیم، چقدر رشد کردیم. آیا روحمون به اندازه هیکلمون رشد کرده؟ 20 سالمونه، 40 سالمونه، چقدر روش کردیم؟ میگن از راه قصه بفهم. اگه نماز اثری داشته باشه توی این قصه ها آشکار میشه، اگه روزه اثری داشته باشه تو قصه ها آشکار میشه.
اگه انفاق و احسان اثری داشته باشه تو قصه ها آشکار میشه. نماز رو میشه ادا در آورد، قصه رو نمیشه ادا در آورد. این یک معیاره. حالا ببینید ما چه دغدغه‌هایی داریم، هر کسی بررسی کنه اون قصه هامون چیه. خوب که دقت کنیم، این همون بچه قدیمی هستیم، یعنی اون موقع عروسک ماشین کوکی، حالا ماشین بزرگتر دیگه. اون موقع اسباب بازی بوده، حالا جدی شده دیگه، همونو میخوایم، یعنی تو همون فضا هستیم. معیار رو، معیار بزرگی آدم ها، اندازه آدم ها، همت افراده. جمله بعد، حالا این همت رو باز برمیگردم توضیح میدم. صدقه علی قدر مروءته. مروءه و مروت نشی یک فضیلت اخلاقیه که به جنسیت ربطی نداره. ما یک مرد داریم، یک زن داریم، نه؟ اما یک مروت داریم. مروت یک فضیلت اخلاقیه، یعنی مرد با مروت داریم، زن با مروت داریم. مرد بی مروت داریم، زن بی مروت داریم. فضیلت اخلاقیه. آدم های جوان مرد خیانت نمی کنن، آدم های جوان مرد اهل سخاوت و اطعامن، آدم های جوان مرد اهل احسانن. اصلا یه مجموعه روایت داریم در مورد فضائل کسایی که ویژگی های افرادی که مروت دارن. حالا ما میخوایم ببینیم چقدر مروت داریم. اینجا میفرماید از طریق صداقتت بفهم. صداقت هم که خیلی اهمیت داره، صداقت، راستی، نه فقط راستگویی، راستی، صداقت. که در روایت داریم ممکن مؤمن هر گناهی ازش سر بزنه دروغ سر نمیزنه، یعنی ممکنه بلغزه حتی زنا کنه دروغ نمیگه. چقدر اهمیت داره صداقت. حالا صداقت درجه درجه، مروت هم درجه درجه. تو این روایت میفرماید صداقت هر کسی به اندازه مروتشه. امام صادق فرمود لا تغتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم. فریب نماز بعضی ها رو نخورید، فریب روزهشون رو نخورید. چون فرمود بعضی ها اونقدر عادت به نماز پیدا میکنن، علاقمند به نماز و روزه میشن که اگه نماز رو ترک کنن وحشت میکنن. مثل دیدین بعضی از این پیرزنا اگه چادرشون رو بردارید وحشت میکنن، ولی برای دختر جوانش میگه این بی حجاب باشه عیب نداره، حجابش عادتیه، زیربنایی نیست، با معرفت نیست. اینجا هم امام صادق میگه بعضی اگه نماز نخونن وحشت میکنن، عادتیه، مبنای درونی ندارد. بعد فرمود اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینین راست میگه نه، صداقت چقدر اهمیت داره. حالا این صداقت درجه درجه و مروت هم درجه درجه. میخوام ببینیم درجه مروتمون چقدره، ببینیم چقدر صداقت داریم. خب حالا رابطه صداقت با مروت چیه؟ خب جوان مرد باید بگیم دروغ نمیگه، نه دروغ زبانی نه دروغ عملی، چون بعضی از دروغ ها دروغ عملیه، به زبان آدم چیز نمیگه اما رفتارش یه جور دیگه. اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن معلوم شد که دروغ میگن، اونایی که اسلام رو یاری نمیکنن، اهل بیت رو یاری نمیکنن، میگن دوست داریم کاری انجام نمیدن، اینا در عمل دروغ میگن. جوان مرد فریب نمیده، خیانت نمیکنه، خباثت نداره. در روایت داریم به صدق تکمل المروءه، اصلا صداقت مروت ما را کامل میکند. خب اما در رابطه با همت، ما دو نوع همت داریم، همت پست داریم، همت بلند داریم. همت پست یعنی چی؟ مثلا در دعا داریم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. بعضی ها تمام قصه شون یا تصمیماشون اینه که پولدار بشن، فقط به پول فکر میکنن، نه همت های پستی دارن. نمیشه به پول فکر نکرد. این که بزرگترین همت ما این باشد بد است. اگه بنده بگم به پول فکر نمیکنم دروغ میگم، قرار نیست دروغ بگیم دیگه، رو راست باشیم با هم. نه، انسان به حوائج مادیش فکر میکنه، این طبیعیه. اما بحث اینه که آیا بزرگترین دغدغه و غصه و بزرگترین تصمیم‌های انسان، بزرگترین آرزوهای انسان همینه؟
این همت پسته که تو دعای شب نیمه شعبان داریم، خدای دنیا رو همت بزرگتر ما قرار نده، دنیا رو مبلغ علم ما قرار نده. مبلغ علم یعنی چی؟ یعنی نهایت علم ما این نباشه که به پول برسیم، بلکه ما به آخرت فکر کنیم، به بهش فکر کنیم. تو همین نهج البلاغه داریم ان البهائم همها علفها، حیوان همتش علف، یعنی حیوان همش قصه‌ش چیه؟ اینکه شکمش رو سیر کنه، همش به علف فکر میکنه، این همت پست. فرمود ان السبا همها العدوان، درنده ها همتشون تجاوز و دریدن است. خب بعضی اصلا خوششون میاد به جون دیگران بیفتن، لذت میبرن از زدن، از آب رو ریختن، از اذیت کردن. ان النساء همهن زینت با احترام برای خانوما، فرمود زنا همتشون زینت زندگی دنیاست. و فساد، البته زنایی که اینجا هستن نه، زنای تربیت نشده، مرد تربیت نشده داریم و زن. اگر تربیت انسان نشود همتش اینجوریه، همش به زر و زیور فکر میکند. میخواییم بگیم زر و زیور بده برای خانمان؟ نه، حضرت زهرا بابا گردنبند داشتن دیگه، ولی اسیرش نبودن. سر گردنبند قصه نمیخوردن، دوارا نمینداختن، پیراهن عروسیشون و شب عروسی حاضر شدن در راه خدا ازش بگذرن، چون همتشون زینت نبود. ببینید همت زینت نباشه. در نامه 68 این مال خطبه 153 بود اون عبارات. در نامه 68 نهج البلاغه داریم زن که همومها، قصه های دنیا رو ول کن، رها کن، بذار کنار. لما ایقن تبهی من فراغها، چون یقین داری از این دنیا جدا میشی، ارزش قصه خوردن نداره. دو تا رنج نداشته باش، هم شکمت گرسنه باشه، هم روح تحت آزار و اذیت باشه، این بده. هم ماشین نداری هم تحت فشار روحی باشی. مؤمن فقط مشکلش نداشتن مالیه، اگر یه وقت نداشته باشه قصهشو نمیخوره دیگه. چرا؟ چون که همتش دنیا نیست. باز تو نامه 45 همین نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود آفریده نشدم تا خوردن غذاهای خوشمزه مرا به خود مشغول کند، مثل حیوانی که گوشه خونه بسته شده، کالبهیمه المربوطه همها علفها، حیوان همتش علفه. اول مرسله، یا حیوانی که تو بیابون رهای شغلها تغمم، تغمم یعنی توی خاک رو بگشتن، تو آشغال دونی حیوانا میگردن، بعد گربه آگاهی دعواشون هم میشه سر همین چیزی که تو آشغالا هست. تغممها شغلشون اینه، تکترشو شکمشون از علفا پر میکنن، بعد این حیوانا نمیفهمن چه نقشه‌ای براشون کشیده. یعنی حیوان چون سرش تو آخره، اگه یک شکارچی نشونه گرفته، این غافله که نشونه گرفتن. انسانایی که سرشون تو آخره، همتشون شکمشونه، تو دام دیگران میفتن، تو دام اینا نمونه‌ای از همت پست. چیکار کنیم به همت بلند برسیم و نمونه‌ای از همت بلند رو بگیم؟ یکی که ارزش خودمون رو بشناسیم. ما انسانیم، ما با حیوان فرق میکنیم، همین. اگه کسی بفهمه انسانه، همه چی حل میشه. ارزش خودش رو کسی بشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. دوم، بدون دنیا حقیره. دنیا در مقایسه با آخرت کمه. دنیا مثل رحم مادره. رحم مادر با این دنیایی که درش قرار داریم مثلا هیچ حساب میاد. این دنیایی که درش قرار داریم در مقایسه با بهش هیچ. فما آیش هم اینه، فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. دنیا قرآن نمیگه بده، میگه دنیا کمه. اگه بفهمیم کمه، همتمون میاد بالا، انسان بیشترها رو میخواد. راه سوم، شناخت بزرگی بهش، عظمت نعمتهای بهشتی و شناخت عظمت عذابهای اخروی. دیگه همتمون این نیست که تو این دنیا مشکل نداشته باشیم، همتمون این نیستش که رفاه این دنیا رو داشته باشیم. بزرگترین همت ما میشه بهش و رهایی از آتش
جهنم. شب قدر چقدر تکرار میکنیم خلص نامن ناره یا رب. و یکی از راه های رسیدن به همت بلند با آدم های بلند همت رفت آمد کنیم. اصلا خجالت میشه آدم کنار اونها. من یه دوستی داشتم شهید شد، این خاطره یادم نمیره، شاید گفتم قبلا دوستش دارم این خاطره رو. یه شب دیدم داره، یه روز صبح دیدم داره گریه میکنه. گفتم داره چی گریه میکنه؟ گفت دیشب نماز شب بلند نشد. یعنی اون بعد این همت ما رو میاره بالا. ما میبینیم ما که اینجوری نیستیم، میفهمیم ارزش چیه. بچه‌هایی که پدر مادرایی دارن که همتای بلند دارن، اینا با همت بلند تربیت میشوند. همت بلند چیه؟ به آخرت فکر کردن، به ابدیت فکر کردن. تو نامه 66 داریم فرمود شادیت با اعمال خیرت باشه، قصت با اعمالی باشه که انجام ندادی، اسفو که علام آخلفت. همت برای بعد از مرگ باشه. باز فرمود اجعل کل همک، تمام دغدغتو، تمام تصمیمتو، تلاشتو برای خلاصی از آتش جهنم محل شقاوت و عقاب قرار بده. تو خطبه متقین داریم یمسی و هم مو از شکر. مؤمن همش همتش اینه آیا من شاکر هستم یا نه مثل حیوان پستم، نعمتها رو مصرف میکنم شکر نمیکنم. همتش شکره، این هم همت بلند. تشکر، چه تشکر از انسانهای پیرامون خودمون، همسرمون، فرزندانمون، پدر و مادر، چه تشکر از خدای متعال. فرمود همتتون رو برگردونید به تقرب به طاعت. همنشینی با پیامبر یه همت بلنده. بعضیا نمیگن خدای ما رو ببر بهش، میگن ما رو تو بهش همنشین پیامبر قرار بده. این روایتی که آوردیم اینجا همینه که یه وقت یک کسی 7 سال به پیامبر خدمت کرده بود، پیامبر بهش گفتن فلانی تو برای من 7 سال خدمت کردی، یه چیزی از من بخوا. این زرنگ بود، گفت اجازه بدین فکر کنم. رفت و فردا صبح آمد، گفتن هات حاجتک، بگو حاجتت چیه. گفت میخوام تو بهش با شما باشم. نگفت من بخوام برم بهش، روش رو رو ببین، همت رو ببین. گفت میخوام تو بهش همنشین شما باشم. درجات خیلی فرق میکنه. پیامبرم دیدن که عجب درخواستی کردن، قولم بهش دادن. اول گفتم به کی بهت یاد داد؟ به خودم فکر کردم بشد. نمیگه پول بخوام بالاخره تموم میشه، اولاد و بچه اینا تموم میشه. این درخواست به ذهنم رسید. حالا هم قول داده بودن هم به همین راحتی نیست. فرمودم کمکم کن برای که این حاجت تو برآورده کنم، کمکم کن به کثرت سجود، من این کار رو برات میکنم. ثم قال افعل ذلك فانی به کثرت سجود. این همتمون از اون پیرمرده کمتر نباشه، همت بلند. یعنی تو دعایم بعضیا همتشون پسته، بعضی همتشون بلنده. تو سوره بقره آوردیم این دعا رو اینجا. قرآن میگه و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا، بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. هم دنیا رو میخوان هم آخرت رو میخوان. خیلیا میان حرم به امام رضا میگن ما زن میخوایم، ما خونه میخوایم. خب بابا اینا رو خواستی؟ بهشت رو نخواستی؟ هم نشینی با خود امام رضا رو نخواستی؟ معرفت رو نخواستی؟ عقل کامل رو نخواستی؟ کم خواستی، دنیا کمه. تو دعایم همت داریم ها، همت بلند. بنابراین اگر همت رو شما اندازه معنا کنید، قدر اندازه عذرخواهی میکنم، اگر همت رو تصمیم معنا کنید، اندازه هر کسی به اندازه تصمیماشه. انسانهای بزرگ تصمیمای بزرگ دارن. مثلا ممکنه آرزوتون این باشه که من باید بتوانم ایران رو متحول کنم. خدای میشه من بتونم برم اروپا رو متحول کنم. آقای قرائتی میگفتن زمان شاه اومدم حرم به امام رضا گفتم آقا دوست دارم یه وقتی همه جوونا صدای منو بشنون. میگه انقلاب پیروز شد و از طرف امام اومدن گفتن شهید مطهری منو به امام معرفی کرد، گفتم بیا از شبت تلویزیون برنامه اجرا کن. یعنی حاجت های بعضی ها اینه. این دعای مکارم اخلاق داریم، اللهم اجر الناس علی یدی الخیر، خدای بر دستان من خیر جاری کن. دوست داره برای یتیما کاری بکنه، دوست داره برای بیوه زنا
برای بی مسکنها، برای بی سوادا، برای کسی که تو زندگیاشون دعوایه، کاری بکنه. اینا همتای بلنده، دوست داره خلاصه امام زمان رو یاری کنه. آرزوش اینه که امام زمان بر لبانشون لبخند رضایت بنشیند به خاطر تصمیماش. شما اگه ببینید بچه‌تون یه تصمیم خوبی گرفته خوشحال نمیشید ولو عمل نکنه؟ همین که تصمیم گرفته دلتون گرمه. وقتی تصمیمای بزرگ میگیریم یعنی شأنمون، اندازمون اومد بالا. قصه هم الان اگه قصه معنا کنید همت رو، قدر رجل علی قدر همته، یعنی آدمایی که اندازشون اومده بالا، رشد کردن، قصه هاشون دیگه بچگانه نیست. قصه اگه قصه میخوریم باید خجالت بکشیم، باید بریم به امام رضا بگیم بابا ما خیلی کوچیکیم آقا، هنوز که هنوزه تو کوک همین چیزا هستی. بله من دیدم طرف سر سفره نشسته، وقتی که بشقاب غذا مرغ براش میذارن این نگاه میکنه میبینه رون براش نیفتاده، میگه سر ما کلا رفت لارت. این همه را اومدیم اصلا رفته مهمونی چتکه میندازه ها، 8000 تومان تاکسی تلفنی، 8000 تومان برگشتیم، قیمه ای که به ما دادن به اندازه نمیارزید. ما چتکه میندازیم بابا، ارزش انسانیت مثلا مهمونی میرین به خاطر مسائل انسانی نه به خاطر شکم. اگر این چیزا تو ناخودآگاهمون اومد نشان پستی است. روایت داریم ها، هر کس همتش شکمش هست، قیمتش به اندازه اون چیزیه که سر مستراح ازش خارج میشه. میدونید میگن روایت داریم وقتی کسی میره مستراح فرشته‌ای میزنه تو سرش، خودش مدفوع خودش رو نگاه میکنه، او میخواد بهش بگه ارزش نداشت برای قضا این کارا رو بکن، ارزش نداشت. حالا یه مردی ممکنه وارد خونه بشه، بچه بودیم قضا دیر بود دعوا میکردیم با مادرمون، چرا؟ بازم امروز تخمق داریم دعوا. باز قدیما اشکنه زیاد میدادن تو خونه ها، حالا دیگه ور افتاده، حالا پیتزا میخورن و نمیدونم از این قضاهای مدرن جدید متاسفانه. خب بچه بودیم داد و بیدار را مینداختیم، حالا مرد 40 ساله که نباید داد و بیدار را بندازه. در روایت داریم مؤمن با اشتها خانوادهش قضا میخوره، یعنی میگه شما چی دوست دارید، نه اینکه همه باید در خوردن تابع او باشن، او خودشو تابع زیر دستاش میکنه، میگه شما چی دوست دارید. ولی این طرف میره صبح بیرون میگه که یک آش درست میکنی، سیرم توش میریزی، میگه بابا بچه ها نمیخوان، میگه بی خود نمیخوان. مؤمن با میل دیگران غذا میخوره چون اسیر شکم نیست، از این از سطحش از این حرفا اومده بالا. این روایت دقت کنید، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس شب رو به صبح بیاره و قصه مسلمونا رو نخوره فرمود مسلمان نیست. حالا ببین قصه هاتون چه قصه هاییه. رزمندگان اسلام رو دعا میکنیم، مسلمونا رو دعا میکنیم، نگران آینده اسلام و انقلاب هستیم، بگیم الحمدلله اگر اینجوری هستیم. به هر حال اگر علم و معرفت باشه، اگر عقل باشه، اگر نماز باشه، اثرش تو تصمیم و یا تو قصه آشکار می شود. در وصف مؤمن داریم که مؤمن همتش بعیده، همتش بلنده. گفتن سه چیز نمیذاره آدم به اهداف بلند برسه. این آخرین روایت در مورد بحث همت فرمود سه چیز مانع رسیدن به اهداف بلنده. یک، همت پایین، تصمیمای بزرگ نمیگیره، خودش کوچولو میبینه. دو، قلت الهیله، یعنی چاره نداشتن، تدبیر نداشتن. سه، ضعف اندیشه. ضعف اندیشه و کمی تدبیر رو باید با مشاوره و تفکر و آموزش حل کرد. همت هم که دیگه به خود انسان برمیگرده. اگه همت بلند باشه آدم تلاش میکنه به هدف بلندش دست پیدا میکنه. این سکاکی که شنیدید دیگه، دانشمند علم بلاغت که کتاب متول او در حوزه ها سالیان سال مورد استفاده قرار میگیره، این آدمی بوده که از مکتب بیرونش میکنن چون کمترین چیزا یادش نمیمونده، ولی ناامید نشده، همتش بلند بوده، رسیده به اونجایی که باید برسه.
شما میدونید آدمای برجسته جوامع آدمای تیزهوش نیستن؟ متوسطای عاشق جلو میزنن از تیزهوشا. تیزهوشا کم همت داریم. تیزهوشه ولی حال نداره. نفس نمیخونه. خیلی از تیزهوشا نون استعدادشون 20 میگیرن ولی تلاش نمیکنن. تنبلن. اینا به جایی نمیرسن. من دیدم ها. ولی بعضیا متوسطن. اون تیزوشه نمیخونه 20 میگیره. ما تو مدرسه‌مون یه طلبه داشتیم همینجوری همیشه هم بهش نق میزدم 20 میگرفت نق میزدم میزدم چون میدونم درس نمیخونه. ولی یه بنده خدایی بود 10 بار میخوند. 17 او از 20 اون 15 او از 20 او برای من خیلی بیشتر ارزش داشت. همت بلند آدم‌ها رو به جایی میرسونه. جمله بعد شجاعت او علی قدر عنفته. شجاعت یعنی دل قوی داشتن که انسان جرأت کنه با دشمن بجنگه، جرأت کنه کاری بزرگ انجام بده، جرأت کنه بنویسه، جرأت کنه بیان کنه. اینو میگن شجاع که از دشمن نمیهراسه، فرار نمیکنه. خب حالا میگه ازت میگن چه مقدار آدم‌ها شجاعت دارن؟ میگن هر مقدار که یک کسی عزت نفس دارد، ننگش هست از زشتی ها، هر مقدار انسان آر داشته باشه، یعنی ای ننگش بیاد که از دشمن فرار کنه، به همون اندازه شجاعت داره. یعنی یه رابطه‌ای هست بین شجاعت و تعصب، تعصب مثبت ها. اگر خواستیم کسی رو شجاع کنیم، این روایت میگه چیکار کن؟ میگه تعصب مثبتش رو تقویت کن، تحریک عنفه و تعصب. مثلا شما اگر برای قومی از دشمنش بگین، از خطر هجوم بگین، اینا شجاعتشون تقویت میشه. بپرسید اونایی که سنشون اقتضا میده زمان جنگ مارش نظامی که زده میشد اصلا هیجان ایجاد میشد، آدمای ترسو شجاع میشدن. مارش نظامی شجاعت افراد رو تحریک میکنه. قرآن شجاعت شما رو تحریک میکنه، میگه ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، با شیطان دشمنی کنید. اگر از زشتی و پستی یک چیز بگیم، آدم ها ننگشون میکنه، از اون چیز فرار میکنن. این هم راه تحریک شجاعت برای مقابله با اون پستی ها. اگر از ارزش چیزی بگوییم، باز تحریک میشن که شجاع بشن، به سمت اون چیزای با ارزش برن. تو نامه 53 داریم ان کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز شجاع. میگه علی به امیرالمومنین، به مالک میگه مالک خوبیای آدمای خوب رو زیاد بگو، این تکون میده آدمای شجاع رو. یعنی از خوبی ها گفتن، الگوهای خوب رو برجسته کردن، اینا راهش هست. جمله آخر عفته علی قدر غیرته. عفت درجاتی دارد، غیرت درجاتی داره. اسلام دوست داره مرد با غیرت باشد. این نسبت به ناموسش بی تفاوت نباشد. خب حالا چه مقدار آدم ها غیرت دارن؟ به همون مقدار که عفت دارن. چه مقدار عفت دارن؟ به همون مقدار که غیرت دارن. اینجا منظور از عفت کدوم نوع عفته؟ به قرینه غیرت عفت جنسیه. یعنی اگر دیدید یک کسی نسبت به ناموس دیگران خیانت میکنه، چشرانی میکنه، بدونید این آدم بی غیرتیه، بعدش نمیاد دیگرانم با ناموس خودش از شرط به ناموس خودش خیانت بکنن. امیرالمومنین رابطه برقرار میکنه بین غیرت و عفت. میگه هر چه غیرت بالاتر، عفت بالاتر. البته غیرت زنم باید غیرت داشته باشه، ولی مرز دارد. حالا میرسیم بعدن توی همین نهج البلاغه، اگر عمری باشد، غیرت المرأة کفرون، این مال همین جاست که اگر طبیعتا اینجوریه، زنان نمیتونن ببینن شوهرشون یک زن دیگه ای داشته باشه، این طبیعیه، ولی اگه کنترل نکنه این تبدیل به کفر میشه. پس کنترل یه مقدارش طبیعیه. و من
تعجب میکنم خانمایی که غیرت دارن نسبت به همسرشون ولی خودشون بد حجابن. اگر کسی میخواهد که شوهرش چشمش به دیگران نباشد، نباید توی خیابون یه جوری بیاد که دیگران به او نگاه کنن. حجاب برای اینه که هر کسی چشمش به ناموس خودش باشد. بنابراین افرادی که غیرت ندارن یا عفت ندارن یا عفتشون کم کم از دست میدن، غیرت رو باید حفظ کرد. مرد با غیرت اگر خودش کار نداره، اولویت دیگه ای نداره، به زنش نمیگه برو نان بگیر، خودش باید بره نان بگیره. کارهای بیرون از منزل، کارهایی که ارتباط با بیگانگان داره، مال مردایه، نه مال خانم. بعضی از جوان ها وقتی میخوان ازدواج کنن میگه آج آقا یک دختری میخوام شاغل باشد، باباش ثروتمند باشه، پیرم باشه، یک سکته هم کرده باشه. این همتش پسته دیگه، چشمش به مال خانمش و پدر خانمش. این معیار نیست که انسان بخواد از قبل کار زنش پول در بیاره. خیلی از این خانمای شاغل شوهراشون دعوا میکنن پولاشونو میگیرن. چیکار داره به پولش؟ البته اسلام به خانما میگه اگه پول داشتید مثل از زهرا با صفا باشید، اسیر طلا و اینا نباشید. زن من و تو نداره. ولی اینکه انسان چشمش باشه به مال دیگران، این حالت خوبی نیست. این همت نداره. خلاصه اینکه یک مردی میگه من یک زنی میخوام که بره پول در بیاره، این غیرتش عالی نیست. نمیگم غیرت نداره ها، غیرت درجه درجه ها. بی غیرتی اینه که کلن زنش خلاف بکنه براش هم مهم نیست. ولی درجات عالیش رو کسی بخواد، دوست نداره چشم بیگانه به زنش بیفته. لذا کارهای بیرون از منزل پیامبر بین امیرالمومنین حضرت زهرا تقسیم کار کردن، تقسیم کار کردن. فرمود که علی کارهای بیرون از منزل رو انجام بده، حضرت زهرا کارهای داخل رو. و حضرت زهرا خوشحال شدن از اینکه این ارتباط با مردان از روشون برداشته شد. اصلا چرا زن رو میگن لباس، شوهر رو میگن لباس؟ ببین قرآن در یک جمله زن و شوهر رو تعریف کرده، هن لباس لکم انتم لباس لهن. تو این کلمه خیلی مطلب، کلمه لباس، شوهر لباسه، یعنی زنش رو دیگران نمیبینن. الان اگه کسی پوشیده هست بدنش لباس سبب میشه دیگران نبینن. مرد باید حائل بین زنش و دیگران باشد، قاعدش هست. از اون طرف زنم برای مردش همینجوری لباسه، یعنی یه جوری باید زنا رفتار بکنن که چشم مردشون دنبال بیگانه نباشه، خوشخلق باشن. مردها رو نباید از زنا از خونه فراری بدن، بعضی زنا اینجوری هست، مردها رو فراری میدن، تنفر ایجاد میکنن. شیطون میاد تو ذهن مردشون میگه اون خوبه، کاش اون زن من میشود. زن خوب لباس هست، مرد خوبم برای زنش مثل لباس. در روایت داریم تو همین نهج البلاغه هست، آدم غیور زنا نمی کند، ما زنا غیورون قطو. هیچ انسان عرض شود غیوری زنا نکرده. یعنی اینقدر ارتباط عفت و غیرت برقراره. فرمود غیرت الرجل ایمان، غیرت مرد ایمانه. پس عرض شود همت ارزش انسان رو میاره بالا. جوانمردی عرض شود و ننگ از زشتی ها صداقت و شجاعت رو در پی داره و غیرت هم عفت رو در پی داره. اینا راهشه. حالا شما دقت کنید، اگه تو زندگی همون ربطش به سبک زندگی چیه؟ ربطش اینه که اگر ما قصه هامون تو زندگی ها قصه های ارزشی باشه، زندگی همون خیلی شیرین میشه، خیلی دعوا کم میشه. مردایی هستن، زنایی هستن که اصلا همدیگر رو قصه دار نمی کنن سر مسائل مادی. آقا پسرها و دختر خانومایی هستن نیاز دارن، به باباشون نمیگن، میگن بابا من قصه میخوره. خدا رحمت کنه بعضی از این شهدا پدر مادرشون به زور باید براشون موقع عید لباس میخریدن. قصه دار نکنیم همون. کی قصه دار میکنه؟ کسی که قصه هاش پسته. یعنی اگر ما قصه هامون رو سطحش رو بیاریم بالا، زندگی هامون شیرین میشه،
سطح قصه ها پست نباشد. این پیام این روایته. اگر سطح قصه ها پایین باشه ما پایین سطحمون، چون زندگی بدون قصه نیست، بدون دغدغه نیست. اسلام میگه سطح قصه ها تو بیار بالا، همت تو بیار بالا، اون صداقت تو زندگی با همسرمون رو راست باشی، جوان مرد باشی. نفاق، خیانت، درویی ابدا. اینم باز زندگی های ما رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. صادقانه برای هم توضیح بدیم ناراحتی هامونو، سوء تفاهم هامونو. اگه ما با هم حرف بزنیم خیلی از اختلاف ها برطرف میشه، چون سوء تفاهم داریم حرف نمیزنیم. یعنی یک ساعت بینیم خانم چته؟ هیچی نمیگه. خب بابا چی شده؟ نمیگه. خب نمیگی بیچاره کجا بزنیم؟ راحت برای هم توضیح بدیم، یاد بگیریم با هم حرف بزنیم. فرمود یاد بگیرید خوب حرف زدن را و خوب شنیدن را، صادقانه بگیم، توضیح بدیم. سومیش هم انفه هست، یعنی تعصب مثبت داشتن، ننگ داشتن از زشتی ها. به همون اندازه انسان شجاع میشه. و چهارمیش هم عفت هست. این طلاق های زیادی که هست، این که آدم ها از زنشون، از شوهرشون بیزارن به خاطر کم کاهش پیدا کردن درجه عفت خانوادگی و ارتباطات هست. دقت بکنید، بعضیا قدیمی ها اینجوری بودن، مقید بودن، سفره زنا و مردا رو جدا مینداختن. الان میگن امولیه. خانواده هایی که این کار رو میکنن زندگی هاشون بهتره، خانوما با هم خوشن، آقایون با هم خوشن. ولی الان مد شده، دو به دو زن و شوهر کنار هم میشینن، اون هم یه لقمه میخوره، هم شیطون میگه نگاه کن، بعد میاد خونه میگه که آه دیدی او چجور آرایش کرده بود، به هم میریزن همه. اسلام میخواد دنیای خوبی داشته باشیم، آخرت خوبی داشته باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.